هنرمند با دمیدن روح خودش به یک اثر هنری باعث خلق اون اثر میشه. هنرمند و هنر به خودی خود زیباست، ولی از همه زیباتر و مهمتر مسئولیت اجتماعی ماست. به همین منظور گالری ایوان طی یک فراخوانی از هنرمندان درخواست کرده که اثراتشون رو با موضوع حمایت و قدردانی از جامعه پزشکی و کادر درمانی با موضوع مبارزه با ویروس کرونا برای گالری ایوان ارسال کنند. به همین منظور این ارسال ها به دو گروه تقسیم میشن. گروه اول گروهی هستند که تمایل دارن آرت ورکاشون در بیمارستان به نمایش گذاشته بشه و به اونجا اهدا کنن. گروه دوم گروهی هستند که پس از فروش اون آرت ورکاشون با تمایل خودشون عواید اونها برای خرید لوازم ضروری به بیمارستان ها داده میشه. امروز میخوایم در مورد داستان موضوع اول باهاتون صحبت کنیم، یعنی اهدای یک تابلو به بیمارستان تهران و مصاحبه اختصاصی با خانم پروفسور مینو مهرز. با رعایت فاصله اجتماعی و فیزیکی میریم به سمت بیمارستان. این همون تابلویه که تو خود گالری باهاتون صحبتشو کردیم. الان ما داخل بیمارستان تهران هستیم، منتظریم که خانم پروفسور بیان از این اثر رو نمایی کنن. بنابراین ما اثر رو میپوشونیم و منتظر میشیم که خانم دکتر بیاد و سوالات ازشون بپرسیم. سلام به همه، خیلی خوشحالم که اینجا میبینمتون، باعث افتخاره. ما تیم گالری ایوان هستیم که در طی تمامی این اتفاقات به حال گالری ما و شغل ما هم تحت تاثیر قرار گرفت و تعطیل شدیم، اما فکر کردیم که بهتر شروع بکنیم یه سری فعالیت‌های رو از طریق فضای مجازی انجام بدیم، چون به هر حال اجتناب ناپذیره که تو هزاره سوم زندگی ما داره به سوی تکنولوژی بیشتر و بیشتر میره و ما باهاش عجیب میشیم. نهایتا به این نتیجه رسیدیم که یک فراخوانی ترتیب بدیم توی پیج اینستاگراممون و از هنرمندان خواهش بکنیم که با موضوع قدردانی از کادر پزشکی و زحمات این روزاشون که گوشه ایشو واقعا ما شاهد هستیم فقط و واقعا نمیدونیم در بطن ماجرا چی میگذره و چه سختی ها و فشارهایی روشون هست انجام بدیم. امروز اینجاییم که یکی از کارهای این فراخوان رو تقدیم بیمارستان و بالاخص سرکارخان دکتر مهرز بکنیم، به دلیل اینکه میدونیم شما در رأس این ماجرا و مبارزاتتون و ویدیوی آرام بخش درجه یکتون که روزهایی که توی اینستاگرام وایرال شد باعث دلگرمی خیلی ها بود، تصمیم گرفتیم که اینجا باشیم. قدردانی خیلی 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 کوچیکی از طرف جامعه هنری با زبان هنر که یکی از زبان‌ها نقاشی هست از شما داشته باشیم. تقاضا می‌کنم اگر امکانش هست تشریف بیارین، از رو تابلو رونمایی بفرمایین و ما فیض ببریم از گفتگو باهاتون و چند کلمه برای ما صحبت بکنیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. واقعا در این مدتی که از اپیدمی کرونا گذشت وسواس میشدم، این وسواس یه دفعه استراب روش اضافه شد وقتی کرونا آمد، یک استراب بسیار وحشتناک، ترس از بیماری که من اگه کرونا بگیرم میمیرم، و این باعث شد که خیلی از نظر روحی مردم ضربه بخورن که حالا هرچی باشون صحبت کردیم آخر سر گفتش که گفت، یعنی مردم یه ذره آرومتر شدن ولی باز اضطراب بود. و بعد این فاصله گذاری فیزیکی که البته اون کلمه اجتماعیش من خیلی دوست ندارم، چون ما اجتماعی اصلا فاصله نمیگیریم، فیزیکی فاصله میگیریم، و موندن تو خونه ها باعث شد که مردم دچار دیپرشن بشن و افسردگی، نه فقط اینجاها، تو همه دنیا افسردگی الان مشکلات خیلی بزرگی. ما قبلا هم یه مطالعه که کردیم در، یعنی تو گروه روانپزشکی تو ایران، میزان افسردگی فوق‌العاده بالاست. در نتیجه این مشکلات پسا کرونا بیشترینش مشکلات روانی است که در تمام دنیا ایجاد شده و لازمش اینه که تقریبا میشه گفت دائم گروه روانپزشکی با مردم از طریق حالا رسانه‌های فضاهای مجازی صحبت بکنن و بعدش احتیاج خیلی زیادی به درمان روانی پسا کرونا تو دنیا وجود داره، تو کشور ما هم هست. و بعد خیلی آموز از این کرونا خیلی چیزا ما آموختیم،
که چه کمبودهایی داریم، چه آموزش‌هایی باید داشته باشیم و چقدر باید بیشتر عشق بورزیم. نه فقط گروه پزشکی، بقیه هم باید به هم عشق بورزن. و الان این کرونا باعث شد که یه مقدار زمین نفس بکشه، از این به بعد هم به واقعا زیبایی کمک بکنیم، به زمین کمک بکنیم که اون بلاها رو دیگه سرش نیاریم. امیدوارم بشه تو این مدتی که من با مردم خیلی صحبت کردم در عرض این چندین ماه و سوالهای اونا رو شنیدم و عملکردها، دیدم که خب خیلی از چیزایی که فرهنگ سازی باید میشده تو کشور ما نشده. آموزش پرورش، اتیکت سرفه کردن، دست شستن، اینا یه چیزاییست که باید ملکه یادم بشه، یعنی باید فرهنگ سازی بشه. الان بیان بگیم برای کسی که باید دست بشوری یا اینکه تو صورت مردم سرفه نکن، زیر به اصطلاح آرنج سرفه کن، زیر بغل سرفه کن، این یه ذره سخت‌تره تا اون موقع. که بنابراین ما باید آموزشمون رو بهتر بکنیم، یادمون باشه که به مردم آگاهی بدیم که دچار اپیدمی این اطلاعات غلط از طریق رسانه‌ها، چون کنترل اونا نیست، نشن برای اینکه اون از کرونا و صد تا کرونا دیگه بدتر. من دیگه مزاحم شما نمیشم. خیلی ممنون. ممنون خانم دکتر، خیلی لطف کردید. بلدی من یه لون کوچیک و یک دسته گل به شکل نمادین برای تشکر تقدیم شما میکنه. مرسی بابا، چرا با زحمت کشید. متشکرم از شما. ممنون که ما رو قبول کردین که امروز اینجا باشیم. خواهش می‌کنم. شما بیمارستان، امیدوارم که با دیدنش گهگاهی یه لبخند گوشه لبتون بیاد و خستگیتون در بره. خیلی متشکرم.